اگه میشه چند دقیقه منو دوستتو تنها بذار. باشه. ممنون. بفرمایید. تو بمون نازنین جان. ببین دوست من، نازنین میدونه من چه آدم سرسخت و مقرراتی هستم، یعنی به این راحتی ها با کسی راه نمیام، اما به خاطر سوابق تحصیلی تو، رتبه علمی بالات، میخوام یه پیشنهاد بهت بدم. فقط بعد قول بدی که بین خودمون میمونه. قول؟ حتما. نمیخواستم دوستت اینجا بمونه چون این شرایط برام فراهم نیست. از بین دانشگاه‌های رتبه دار دنیا هر کدومو که بخوای برات پذیرش میگیرم، حتی آمریکا، بهت قول میدم. فقط یه تعهداتی هست بین ما که باید امضا بشه. هیچ پولی هم بابتش ازت نمیگیرم. جدا؟ برای چی؟ من پول خوب در میارم، اما یه تعهدات اخلاقی هم نسبت به جوانای ایرانی دارم. بالاخره بخوای نخوای منم ایرانی ام دیگه. وقتی میبینم جوانای ایرانی اینجوری دارن حروم میشن، دلم میسوزه. پول از بقیه میگیرم، واسه شما کاملا رایگان کار میکنم، هیچ منتی هم سرت نمیذارم. خانم نینا اصلا اهل دوز و کلک نیست، این شرایط کاملا اوکازیونه. در اینکه شرایط شما اوکازیونه چک نیست، ولی متاسفانه من خیلی گرفتارم. هرچی هست بگو، کمکت میکنم. چطوری بگم؟ با توجه به گرفتاری که برای پدرم پیش اومده، خرج خونه فعلا با منه. من توی شرکت به صورت نیمه وقت کار میکنم. اگه مدیرای شرکت بفهمه که از دانشگاه اخراج شدم، حتما عذرمو میخوان. از طرفی هم پیشنهاد شما خیلی خوبه. الان مایی چقدر درآمدته؟ تقریبا 400,000 تومان، یه خورده بالا یه خورده پایین. تقریبا میشه حدود 300 یورو. خب اگه به حرف من خوب گوش کنی، کاری میکنم که ماهانه 1,000 یورو کار کنی. 400 تاش خرج خودت، 600 تاش هم بفرست برای خانوادت. اوکی؟ این قضیه چطوری امکان داره؟ دیگه شما به اینش کار نداشته باش. پذیرش دانشگاهت که با منه، پیدا کردن شغلت هم با من، اما بابت این دومی ازت پول میگیرم. ولی من هیچ پولی ندارم. الان نداری، وقتی رفتی اونور وضعت خوب میشه، بعدم برام 500 دلار بفرست. ببین با این هوش و استعدادی که من از شما سراغ دارم، چند ماه حقوقت به 10 تا 15 هزار تا میرسه. فقط به دوستت از این بابت چیزی نگو. فقط یکم وقت میخوام فکر کنم. باشه، یه هفته وقت داری که فکر کنی. ما باید تا قبل از شروع دانشگاه‌های اون طرف تمام مدارکت رو آماده کنیم. در ضمن میتونیم ریز نمراتت هم بفرستیم دانشگاه‌های اون طرف، برای اینکه بتونی با مشکلی که پیش اومده ادامه تحصیل بدی. یعنی کمتر از یک سال دیگه شما فارغ التحصیل میشی. 2 سال هم طول میکشه تا فوق لیسانستو بگیری، تازه بدون ترس از کنکور. خود دانشگاه هم بورسیت میکنه برای دکترا، خرج تحصیل و زندگی تام میده. دیگه چه مشکلی داری؟ من اگه جای شما بودم همین الان این تعهدات رو امضا میکردم، میرفتم پشت میز میشستم. شما هیچ امیدی برای اتمام تحصیلات نداری، چه برسه ادامه تحصیل. نمیخوای که یه کارپرداز دیپلمه ساده باشی؟ میخوای؟ مطمئنا نه. رو کمک من حساب کن فرید. حتما. خانومه، من فامیلیتون رو فراموش کردم. نینا صدام کن. خانومه نینا. ممنون. خب با اجازتون. خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون از راهنماییتون. خدا نگهدار. میدونی که باید چی کار کنی دختر؟ نه. باید خبر اخراج فرید به گوش رئیس شرکتش برسه. شوخی میکنی؟ اینطوری به نظر میاد؟ آخه چه جوری؟ آدرسشو که داری، تعقیبش میکنی، آدرس شرکت رو پیدا میکنی، بعد یه نامه میدی. من خودم میتونستم آدرس شرکت رو ازش بگیرم، اما این کار نکردم که شک نکنه. نامه بهتر از طریق خود دانشگاه پست بشه. سربرگ دانشگاه و مهرشو هرچی میخوای بده برات بسازن. بعد چجوری؟ وای انقدر خنگ نباش نازنین، اینا همش با 200-300 تومن حله. ولی آخه من ولی آخه نداره، من این پسره رو میخوام هر طوری که شده، هم برام پول میاره هم اعتبار. تازه اینجا بمونه که چی بشه؟ یه خورده به آیندهش فکر کن، انقدر نوک دماغتو نگاه نکن. به هر حال میسپارمش به خودت.
هرچه بیشتر تحت فشار باشه زودتر فرار میکنه. حالا چی بهت میگفت؟ یه مش حرف چرت و پرت که چرا اخراج شدی و نمیدونم از اینجور حرفا. شاید اصلا نباید بهش میگفتی. میدونی چی میگم؟ حالا چرا انقدر تو فکری؟ تو فکرم به خاطر اینکه وسوسه رو انداختی تو ذهنم، اونم با این همه مشغله فکری. نمیدونم الان چجوری به خانواده‌ام و ریحانه بگم. میدونی حالا ریحانه چی میخواد این وسط؟ پسر ناسلامتی، من رفتم خواستگاری اون دختر، قرار بعد تموم شدنه درسمون با هم ازدواج بکنیم. یا ول کنم پاشم برم خارج بگم چی؟ به هر حال موقعیت خیلی خوبیه، شاید که ضایع نکنی. من یه سر میرم شرکت، یه دو سه روز یه سر نزنم، فکر کنم امروزم نرم دیگه اخراج بشم. تو میری دانشگاه؟ نه با دانشگاه کدومه، باید برم خونه، اصلی کار دارم. خداحافظ. فرید. بله. راستی ریحانم رتبهش بد نیست تو دانشگاه، میخوای راجع به حمید و ریحانم با نازنین صحبت کنم؟ ببینم پسر، تو بد جوری با این خانم نازنین خودمونی شدی، خبریه؟ خبر کدومه مرد حسابی، چرا حرف در میاری؟ نه من فقط گفتم اینا آدمای حرفه‌ای و کاربلدین. همین. میدونی داشتم فکر میکنم اگه میشد هممون با هم میرفتیم چقدر خوب میشد. من، تو، حمید، نگار، ریحانه. اینجوری دیگه دلتنگی هم در کار نبود. ای کاش لیلا هم زنده بود. البته اگر بود که هممون سر کلاس نشسته بودی. چه بلایی سرمون آوردی لیلا. شاید تو انقدر دلنازک نبودی. ببین من معذرت میخوام، تقصیر من، اصلا نباید یادت میآوردم. میدونی الان همه چی تموم شده. اشکال نداره، مهم نیست. پس تو با حمید حرف بزن. آره اگه اونم بیاد که عالی میشه، ولی میدونی که شرایطش با ما فرق میکنه. نشسته داره درسشو میخونه، ولی من سعی خودم میکنم. ببینم خوبی؟ آره خیالت را. خیلی خوب، من میرم دیگه. خداحافظ. خداحافظ. الو. سلام. خوب هستی نازنین خانم؟ شاهینه. ممنون. خوبی شما؟ نازنین خانم یه موضوعی. ببین من احتمالاً دو سه تا دیگه از بچه‌ها رو بتونم با خودم بیارم، خب؟ فقط اگه لطف بکنین هوای ما رو بیشتر داشته باشین. لطف دارین شما. ممنونم ازت. آره نه میتونم بیام، مشکل نداره. خب. ببینمتون. خداحافظ. خانم دلشکیب، شما گفتین که قبل از مرگ لیلا کنار اون بودین، درسته؟ بله. پس چرا ندیدین که کی اونو زد؟ خب به خاطر اینکه یویی خیلی شلوغ شد. لیلا هم من جدا شد، من دیگه ندیدمش، فقط صدای جیغش رو شنیدم. از اون دوستایی که گفتن اونجا کنار شما بودن، اسم کسی دیگه هم به یادتون میاد؟ مثل شاهین فرشیدی یا محمد علی، فامیلیش یادم نمیاد، یه همون پسر خارجیه، اونا هم اونجا بودن؟ نه هیچ کدومشون اونجا نبودن. خیلی ممنون، متشکرم که وقتتون رو به من دادین. میتونم برم؟ شما میتونستین نیاین. خداحافظ. خداحافظ. خانم فرامرزی. بله. دکتر اومده؟ نه جلسه شون طول کشید، هنوز نیومده. بگو برام کیک و چای بیارم. خودت هم 10 دقیقه دیگه بیا تو اتاقم، کارت دارم. چشم. چه خبر؟ حمید مرادی چند دفعه اومده، درخواست تجهیزات امکانات کرده. خودش میره، خانومش میاد، اون میره، یکی دیگه میاد. چیکار کنیم دکتر؟ ولشون کن. نامه‌شون رو بذار تو کارتاب. بگو به جای کار تحقیقاتی غیبت نکنن. بیان بشینن سر کلاساشون.
بیا کارت دارم. چرا اینجوری منو میگم کنی؟ دیوونه شدی؟ چی کار کنم؟ برم عملگی کنم؟ آره، واسه شرافتمندی بهترین راهه. برو بابا، همتون دارید میرید سر کلاس آخر تر، من فارغ التحصیل میشید، اون وقت من با 120 باید بعد از دانشگاه اخراج بشم. خب تقصیر دوست مهربون چاین خانه، حالا که وسط دانشگاه پیدا کرد تو خارج. بازم معرفت یکی گرم حواسش به ما هست. اون دکتر سلیمانی که هی برمیگره میگه جم نخورید، این کارو بکنید، اون کارو نکنید. چرا داری چرت و پرت میگی؟ ریحانه بیا با من بریم. من نمیام. همین که بابام رفت و بهترین جراح قلب دنیا شد وسم بسته. با بزرگم مرد و پسرش نتونست کمکش کنه. چون دیر رسید. اون درسی که خونده بود به درد خودش خورد. ریحانه با حمید یواش. حمید درست برو. گواهی نامه نداری کار دستمون میدی یا؟ حالا یه گواهی نامه گرفتی یا؟ هی بکوب تو سر من. میگم حالا چی کار کنی؟ چیو؟ پیشنهاد فرید رو دیگه در مورد رفتن خارج. میگم بدم نیست با هم بریم. یعنی تو واقعا هنوز داری بهش فکر میکنی؟ وسوسه کننده است؟ من که اصلا وسوسه نشدم، حتی بهش فکرم نکردم. بابا همین درست برو. من که 60 بیشتر نمیرم. میگم حالا بعدم نیست تا فردا بریم یه سر و گوش یاد بدیم ببینیم چی میگن. آقا حمید مگه دیوونه این بلنشین بریم اونجا وقتی هیچ انگیزه ای نداری؟ بعدم اروپایی ها همه خودشون گشنن و بیکار، واقعا فکر میکنی میان به من و تو پول بدن که درس بخونیم و بورسیه شیم؟ زنه به فرید گفت. خیلی بی‌تربیتی. زنه چیه؟ خانومه؟ حالا خانومه گفته. بعدم شما اخبار غلط ندی دیگه. اروپایی ها کجا گشنن؟ خانومه غلط کرده. اخبار منم اصلا غلط نیست. شما که خدا رو شکر زبانت فوله. اینترنت هم دم دسته. خودت یه سر برو ببین چه خبره. من قبلا رفتم. عجب. پس خانوم سیر و سلوک دارن در مورد تحصیلات خارج از کشور. منباب فضولی بود. ببینم اصلا اون میترا دوستم که گفتم استرالیاسو یادته؟ آره. میگفتی راضیه که تازه با اون همه خنگی داره پزشکی میخونه. بله راضیه. به خاطر اینکه اونجا شوهر کرده، شوهرش هم چلو کبابی داره و ازشون خیلی خوبه. منم باید میام خارج به شرط اینکه شما اونجا کبابی بزنی پول در بیاری منم تا فوق دکترا بخونم. خیلی خوب بابا، نمیخواد بریم. چقدر جوک میگی. ببینم اصلا به این فکر کردی که اگه ما بخوایم بریم مامانه چی میشه؟ ببین شما پسرای ایرانی عالی، تحت هر شرایطی که باشین به محض اینکه اسم مادرتون میاد ترمز میکنی. لوس موتور رو ندیدی؟ اصلا حالا که اینطوره میرم مامانم هم با خودم میبرم. باشه اون وقت فقط یه مشکل داریم، اینکه مامانت هر شب جمعه میخواد برگرده بیاد بره سر مزار پدر خدا بیامرزه تا جمعه صبح بیاد تورنتو. نگار تو وقتی میفتی رو دنده این مسخره بازی اصلا نمیشه باهات جدی حرف زد. آخه حرف جدی نیست همسر محترم. برو پایین این کارا نیستی. تو خوب که اینطور. پس تو طبقه بالا نبودی؟ ببینم لحظه ای که اتفاق افتاد دقیقا کجا بودی؟ من تو حیات بودم پیش لیلا. نمیدونم چی شد یهو لیلا رفت اون طرف حیات. من داشتم با بقیه بچه ها شعار میدادم یهو اون طرف حیات شلوغ شد. از دوستایی که میشناسی اون موقع کی پیشت بود؟ نمیدونم، یعنی یادم نمیاد. من بعدش با شاهین رفتم بیمارستان. شاهین چی؟ شاهین از همکلاسی هامونه. اون خودش خیلی ناراحت و داغون بود. اصلا یکی تو بیمارستان میخواست خود اونو جمع کنه. خیلی صحنه بدی بود. نمیتونم فراموشش کنم. ببینم شاهین فرشیده هم اون موقع تو حیات بود؟ بله فکر کنم تو حیات بود. ببین خانم بیگی، آره گمونم به درد من نمیخوره. میخوام خوب حواستو جمع کنی به من بگی که کجا اونو دیدی. من منتظرم. آخه چی بگم وقتی یادم نیست؟
نمیفهم شما به جای اینکه دنبال مقصر اصلی قضیه بگردین چرا اومدین اینجا سراغ ما؟ خانم بیگی، مثل اینکه اینجا من دارم از شما سوال میکنم. من کارمو بلدم، ازت میخوام که خوب حواستو جمع کنی، بدون شک و گمان و تردید و این چیزا به سوال من جواب بدی. البته اگه میخوای لیلا و خانوادش از تو راضی باشن و بهشون کمک کرده باشی، میخوای که؟ بله، ببخشید. خیلی خوب، یه کاغذ بردار، هرچی که یادت میاد یادداشت کن، با جزئیات برام بنویس، هر کسی که دور برت بودن اونا رو هم برام بنویس. خب شاید بعضیا رو اشتباه بنویسم چون اون روز خیلی شلوغ بود، یادم نمیاد. خانم بگی، من میدونم چه خبر بوده، شما هرچی یادت میاد همونا رو بنویس. من دلم نمیخواد با حرفام کسی تو درد سر بیافته. میدونم، البته منم به حرفای شما فقط استناد نمیکنم، فقط ازت میخوام که خوب حواستو جمع کنی، هرچی یادت میاد یادداشت کنی با جزئیات. خیلی زیاد میشه، اشکال نداره، اما من خیلی وقت دارم. میشه بنویسم بعدم بیارم؟ من الان کلاس دارم. خانم کلاستون با من، من اون چیزی که بهتون گفتم یادداشت کنید، اینا برای من مهمه. خدا رحمتت کنه مسعود جان، بد جور گیر افتادی. من بیشتر از جابری از این خدایی میترسم، مارمولک اصلی اونه. اگه میدونستم جابری این همه از مدیریت دوره اصلا پیشنهاد نمیکردم. خودشو برای اعضای هیئت علمی و هیئت مدیره خوب جا انداخته بود، منم پیشنهاد اکثریت رو قبول کردم، ولی این خدایی چی میگه؟ اینو از چی گذاشته معاون؟ منم بهش گفتم، اما نمیدونی جلوی جابری چه جانمازی آب میکشه. خدایی گذشته یه درست و درمونی نداره، من هیچ وقت این آدم رو باور نکردم. ببین پاشو بیا. همچین میگه بیا انگار من ربات کریمم. کجا بیام؟ سمینار اصلی مونده. معاون وزیر و شخص آقای وزیر روی تو یه جور دیگه حساب میکنن. گوشی تلفن رو بردار، با اینا صحبت بکن، بگو این خدایی رو از دانشکده بندازن بیرون. انقدر اعصاب منو خورد کرده که رفتم از معاونت دانشجویی هم حتی استعفا دادم. اصلا نمیشه با اینا کار کرد. من اگه بشه باهاشون حرف میزنم، ولی اول باید گزارش مامور ویژه بیاد. دیر میشه ناصر. صبر داشته باش مسعود، صبر داشته باش. اگه خدایی و جابری پاشون از گلمشون بیشتر دراز کنن، من بهت قول میدم پاشم بیام ایران. خوبه؟ آروم باش. میدونم تو هنوزم که هنوزه همون ناصری. علی سلام، پیداش کردم. خب خوبه، اگه مطمئنی محل کارش همونجاست، اون کاری که بهت گفتم انجام بده، سری برگرد. یکی از دانشجوهای گرافیست اومده تو انباشی بهتره. خیلی خب، تا نیم ساعت دیگه میام. آها راستی، با این پسر شاهینم تماس بگیر، یه جایی باش قرار بذار، شرکت نباشه بهتره. ببین یه جوری باش صحبت کن. نازنین جان، من اون دانشجوی رتبه اولی رو میخوام. حمید مرادی. آفرین، وقت نداریم بجام. باشه، فهمیدم.
بله. چشم، بله، میرسم خدمتتون. با من کاری داشتین آقای دکتر؟ خوبی؟ ممنون. بد نیستم. بشین. وضع مالی چطوره؟ ببخشید متوجه نمیشم. سوالمو دوباره بپرسم. گفتم وضع مالی چطوره؟ پول داری؟ بد نیست. خونه ای که زندگی میکنی مال پدرت یا خودت؟ اینا رو برای چی میپرسی؟ بهت میگم. اول جواب منو بده. نه خونه پدرمه، نه خونه من. اجاره کردیم؟ پدرم سرایی داره. من حرف خنده داری زدم؟ نه ابدا، فقط حدس و گمانم درست بود. پدرم از زندگی خوبی داره، به پول منم احتیاجی نداره. میشه بگیم با من چی کار داری؟ دوست داری اونقدر پول دار بشی که واسه خودت یه آپارتمان خوشگل بگیری، یه ماشینم بندازی زیر پات؟ اگه راهشو بلدین چرا خودتون این کارو نمی‌کنی؟ آخه دست تنها. ببخشید من خیلی کار دارم. با اجازهتون. صبر کنید خانم فرامرزی. لطفاً صبر کنید. از من میترسید؟ من خیر و صلاحتون رو میخوام. مگر تالا از من بدی دیدید؟ نه، ولی نمیدونم چرا این پیشنهاد رو به من میکنی. چون جلگذشت رو داری. برو فکر کن، اگه خواستی بیا با هم حرف میزنی. البته مجبور نیستی، این فقط یه پیشنهاد از طرف یه دوست. من باید چی کار کنم؟ به موقعش بهت میگم. پیگیر باش خانم فرامرزی. سلام آقای دکتر. چشمه حتما پیگیری میکنم. دیر کردی دکتر. جلسه داشتم، یه مسئله پیش اومده باید با درمیون بذارم. راجب سلیمانی. کمیته نخبگان برای سخنرانی دعوتش کردن. احتمال داره وزارتخونه بخواد یه پستی بهش بده. خودش هم چیزی میدونه؟ هنوز نه. پس ما فعلا چیزی بهش نمیگه. بهش زنگ میزنن سنگ رو یخ میشیم. بیگدار نباید به آب زد. خب مثلا میخواد بره سخنرانی چی بگه؟ اگه حرف زیادی زد عذرشو میخوای. پدر کشتگی که باش نداریم، مسعود رفیقمونه. فقط بعضی وقتا بعضی مسائل خیلی سطحی میبینه، اختلاف فکری باش داریم. همین میگم چطور دعوتش کنیم بیاد، باش صحبت کنیم ببینیم اصلا چی میخواد. چی داری میگی؟ این یعنی مرگ هر دومون. من اصلا موافق نیستم. مسعود نه اهل معامله است، نه اهل سازش. فقط باید شکستش داد. ببین دکتر، ما نه کار غیرقانونی کردیم، نه مشکل مالی داریم که بترسیم. تازه سطح علمی دانشگاه در زمان شما بالاتر رفته. درسته، ولی روی این نمیشه حساب کرد. بیشتر مقدمات انتخاب اساتید زمان دکتر شریفی انجام شده. ولی کارو که کرد؟ آن که تمام کرد. یادت باشه این کار توسط شما انجام شده. هیچ ربطی به شریفی نداره. نظر منم هم همینه. سلیمانی رو بسپار دست من. یعنی میخوای بگی بذاریم بره بنیاد نخبگان هر چی دلش بخواد بگه؟ آره، بذار بره زورشو بزنه. البته یه شایعاتی هم تو وزارتخونه در موردش شنیدم. چی شنیدی؟ بهش پیشنهاد دادن برای مدیر کلی. شاید هم بذارنش سرپرست کمیته نخبگان. محال ممکنه بذارم این اتفاق بیفته. استعفاشو نباید قبول میکردی. تو خودت گفتی. آره، ولی اشتباه کردم. اگر تا حالا کتبی بهش ابلاغ نشده برش گردون سر کار. خب قبول نمیکنه. حتما شرط میذاره. مثلا چه شرطی؟ یقینا برداشتن تو از معاونت آموزشی.
الو کجایی شما؟ آره همین کوچه رو بیا تو، بیا من سر سلفون وایستدم. میخوام امروز یه پیشنهاد کاری خوب بهت بدم، به نفعت اگه با هم همکاری کنی. خانم نینا در مورد رفتن من و گرفتن پاسپورت چیزی به شما نگفت؟ چرا، اتفاقا من خودم پیگیر کارات بودم، با چند نفری هم تماس گرفتم. میدونی آقای فرشیدی هزینه کارات یکم بالاست، اما نگران نباش حل میشه، به شرط اینکه هر چی بهت میگم گوش کنی. گوشم با شماست. برای اینکه مشکل سفرت حل بشه باید با دوستات بیشتر رفاقت کنی. خلاصش کنم، یعنی باید راضیشون کنی بیان دفتر ما. من که فریدو آوردم. آره آفرین، به خاطر همینم خانم نینا ازت خوشش اومده، به منم گفته هر کاری ازم برمیاد برات انجام بدم. اما خب میدونی تو مشکل رتبه دانشگاهی داری. رتبه دانشگاهی؟ آره، باید یه پاسپورت و یه رتبه دانشگاهی درست حسابی برات جور کنم. شاید هم مجبور بشی ملیتتو تغییر بدی، برای اینکه سفارت آمریکا ویزا رو بهت بده. آره خب میدونم. کار تو هم خیلی زیاده. کاری هم که ما برات انجام میدیم هم تضمینیه هم استثنایی. درست میگید. خب حالا خوب گوش کن ببین بهت چی میگم. بردار. اهل دود نیستم. آدامسه دود کدومه؟ از بوداپست خریدم، بچه ها رو برده بودم اونجا به پانسیون معرفی کنم. از این آدامسا که اینجا نیست. آره شما هم جالبه، همش به سفر. آره کارم رو دوست دارم، هم خدمت میکنیم هم سفراش میچسبه. اما کاری که تو باید انجام بدی آقا شاهین، اول از همه باید بدونی که فقط معرفی کردن افراد مهم نیست، مهم راضی کردنشونه. تو باید دوستاتو تشویق کنی که برن خارج، مخصوصا اون دوستایی که درس خونه باهوشن. کاری نداره، ساده است، فقط باید مطمئنشون کنی. آخه چطوری؟ مثلا بگو کار درست شده داری میری آمریکا، یا دعوتنامه داری از دانشگاه برکلی. نگران نباش مدارکشو بهت میدی. اصلا میتونی مدعی بشی که دانشگاه بورس بهت داد و علاوه بر هزینه تحصیل مثلا ماهی $500 هم داره بهت میده. همه این شرایطو ما تو مدارک معتبر بهت میدیم که نشونشون بدی. اما آقا شاهین باید هم سری باشی هم کاری نکنی که بهت شک کنن. خودتو خوشحالشون بده، یه کاری کن راغب بشن که خودشون ازت بپرسن، اینطوری کمتر شک میکنن. اولش یکم تفره برو تو توضیح دادن، بعد همچنین سرشون منت بذار و اون وقت براشون تعریف کن. ببین آقا شاهین، من هر چیزی که میگم اتفاق میفته. تو در واقع داری هم به سود خودت کار میکنی هم به سود اونا. این بچه تیسوشه که همه فکر و ذکرشون درس خوندنه، کمتر به فکر خیر و صلاح خودشونه. نه؟ بهتون خبر میدم. خداحافظ. خداحافظ.
آقای فرشیدی، من منوچهری هستم. شما با من قرار داشتین و سر قرارتون نیومدین. در ضمن تلفن همراهتون هم از دسترس خارج کردین. ببینید، راه دیگه ای هم برای دیدار شما هست که من نمیپسندم. من میرم دانشگاه، اونجا منتظرتونم. امیدوارم که خلف وعده نکنید. تو جامعه ما به غلط جا افتاده دانشجو به مفهوم مطلقش یعنی آنارشیست. این واژه خودش در یونان باستان آنارشیا گفته می شده به معنای بدون حکومت. اما یه آنارشیست نوین اصلا خودش به این اعتقاد نداره. کی معتقده میتونن یه جامعه رو، یه کشور رو بدون حکومت اداره بکنن؟ این کاری که شما دارید میکنید یعنی هرج و مرج. کلاس رو تعطیل میکنید. خب من باش مخالفم. یکی از شماها به من بگه این چه خاصیتی داره؟ این که شما سر کلاس حاضر نشین خاصیتش چیه؟ من نمیگم مطالبات نداشته باشین. اصلا مطالبات مال دانشجوه. دانشجویی که مطالبات به حق نداشته باشه در برابر اتفاقاتی که در جامعهش میفته واکنش نشون نده اصلا پویا نیست. دانشجویی که نفهمه توی دنیا چی میگذره اصلا دانشجوی زمان خودش نیست، آدم زمان خودش نیست. دانشجو باید احساس سیاسی داشته باشه، درک سیاسی داشته باشه، تحلیل سیاسی داشته باشه. مطالبات درست از طریق بینش سیاسی و درک و تحلیل درست به وجود میاد. من دلم میخواد از همین ساعت به بعد همه کلاس‌ها تشکیل بشه. ببخشید استاد، اینجوری حق دوستامون که اخراج و محروم از تحصیل شدن چی میشه؟ خب اینطوری شما خودتون دارین خودتون از تحصیل محروم میکنید. من کاری به عملکرد دکتر جابری ندارم، اما یقین دارم ایشون تو رشته خودشون جزء اساتید برجسته هستن. نباید کلاسش تعطیل بشه. شماها ضرر میکنید. دکتر جابری شاید مدیر خوبی نباشه، اما کی میتونه بگه معلم بدیه؟ انصاف داشته باشین. میگن توی مجلسی داشتن از فساد یزید و شرابخوری و کارهای زشتش تعریف میکردن. امام حسین علیه السلام تو اون مجلس بوده، برمیگردن میفرماین که اما شنیدم میگن شعرهای خوبی هم میگه. تو ببین بینشو کجا میرسه. به خدا درک این مطلب نسبت به خیلی از کارهای دیگه برتری داره. وقت کلاس تموم شد همش من حرف زدم، درسم که ندادیم. البته ایرادی نداره، حالا یه ذره شماها حرف بزنید، بحث کنیم در مورد حرفایی که من زدم. حرفی کلامی همش که نباید من حرف بزنم مثل رادیو. حرف حق جواب نداره استاد. نه من میخوام بحث کنیم، اگه اشتباه میکنم بهم بگین. من الان میخوام اعتراف کنم توی اون موقعیت نباید از معاونت دانشجوی استعفا میدادم. قبول اشتباه خودش پیشرفته، برای اینکه آدم رو مجبور میکنه برای جبران کردن. استاد من اشتباهی کردم، میخواستم از همه دوستام عذرخواهی کنم. الان دیگه وقتی کلاس تمومه محمد علی. باشه وقت دیگه. استاد خواهش میکنم، من چند وقت پیش به اشتباه از کسی خواستم که مسائل دانشگاه و مطبوعاتی کنه و این به ضرر دوستام تموم شد. میخواستم که از همشون عذرخواهی کنم. محمد علی، اون کار تو بود؟ تو چی میخوای از جون ما؟ مثل خوشبختی عاشق ته قصه بمون پیشم تو
تو فانوس منی امشب، بری تاریک تر میشم، کجای آسمون صافه، نه این آغاز بی فرجام، نموندن ها رفتن های بی هنگام. امروز تو محتاجم به حالی که تو میدونی هوا بدجوری دلگیره، نرو بی چتر و بارونی. آخر قصه تو دنیای خیالم باش، عزیز روز و شب با من، پناه ماه و سالم باش.